مهمان من در این برنامه به عبارت دیگر نویسنده کتاب جدید و لنتشار است با عنوان امریکا و ایران یک تاریخ که نگاهی است به تاریخ روابط دو کشور از زمانی که رهبران اولیه امریکا از کوروش هخامنشی برای کشورداری الهام می گرفتند تا امروز که کینه و دشمنی و چه مشخصه روابط این دو کشور است جان قزوینیان مدیر اجرایی بخش خاورمیانه دانشگاه پنسیلوانیای امریکا میگوید این کتاب را نوشته است تا با نشان دادن تاریخ روابط دو کشور چشم مردمان دو کشور را به روی این واقعیت باز کند که صلاح و منفعت دو کشور در این است که به کینه و دشمنی پایان بدهند آیا بعد از انتخابات امریکا چشم ها باز خواهد شد و رهبران دو کشور صلاح و منفعتشان را خواهند شناخت یا اینکه مهمان من چشمش را بر واقعیت ها بسته است آقای جان قزوینیان به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید مرسی از شما بسیار ممنون هستم و از شما و از بینندگان آقای قزوینیان بگذارید یه نکته رو اول برای بیننده هامون روشن بکنیم و اون اینه که شما اگرچه در ایران متولد شدید ولی یک سالتون بود که از ایران خارج شدید و بیشتر عمرتون رو در خارج از ایران زندگی کردید و گذراندید و اگرچه فارسی خوب صحبت میکنید و خوب میخونید ولی خودتون ترجیح میدید که برای اینکه حق مطلب ادا بشه جوابای منو به انگلیسی بدید بسیار خوب کتاب تازه شما آقای قزوینیان امریکا ایران یک تاریخ شرح مفصل و همطور که از عنوانش پیداست نگاهی تاریخی به روابط دو کشور که از اوایل قرن 18 شروع میشه و تا امروز ادامه پیدا میکنه درباره تاریخ روابط ایران و آمریکا هم زیاد گفته شده و هم نوشته شده چه چیز چه ضرورتی ایجاب می کرد که شما بیشتر از ده دوازده سال از عمرتون رو صرف نوشتن این کتاب بکنید so right. بله شما درست میگید تاریخ روابط ایران و آمریکا چیزی نیست که پیش از این مورد بحث قرار نگرفته باشه یا کسی درباره اون چیزی ننوشته باشه مسلما این موضوعی که هم برای ایرانی ها و هم برای آمریکایی و هم برای شهروندان ایرانی آمریکایی و ایرانیان خارج نشین بسیار جالبه. چند چیز بود که من سعی کردم با نوشتن این کتاب به دست بیارم. یکی از اونا و شاید مهمتره این بود که این نکته رو به مخاطب منتقل کنم که تاریخ اسلحه نیست، تاریخ رقابت نیست، صحنه دادگاه نیست. تاریخی نیست که مشخص کنیم چه کسانی قربانی بودند و چه کسانی تبهکار یا اینکه چه کسانی سزاوار سرزنشند و چه کسانی بیگناهند. این سرگذشت ای رابطه میان دو کشور و مثل هر رابطه ای مثل رابطه میان دو انسان پیچیده است چند لایه است بخش های بسیار گوناگونی داشته طولانی و بغرنجه فکر می کنم کاری که, که تلاش کردم انجام بدم این بود که از این تمایل فاصله بگیرم که سال های 1953 و 1979 رو دو مقطعه محوری تلقی کنم البته اینا دو مقطعه محوری هستند اما مقاطع محوری اند و نه اتهام این تمایل که هر طرف بگه آره تو شروع کردی و دیگری بگه نه تو شروع کردی اینکه یکی از کودتای 28 مرداد بگه و دیگری از ماجرای گروگانگیری سال 1979 راه به جایی نمیبره تاریخ خیلی بیش از این هاست تاریخ خیلی طولانی تر و بسیار غنیتره و این همه چیزی که من کوشیدم در این کتاب بیان کنم شما اصولا این کتاب رو برای کی نوشتید یعنی در واقع مخاطبای شما کیا هستند در نگارش این کتاب و اصولا در هر نوشتم مخاطب برای من بسیار مهمه. من تاریخ نگارم و مدتی هم روزنامه نگاری کردم. ما به عنوان پژوهشگر و تاریخ نگار برامون اهمیت داری که طوری بنویسیم و طوری حکایتمون رو بیان کنیم که برای مخاطب عام و خوانندگان دست یافتنی و لذت بخش باشه بنابراین من واقعا هدفم این بود که برای کسی بنویسم که صرفا به رابطه ایران و آمریکا علاقه منده نیازی نیست کسی دانش تخصصی داشته باشه تا این کتاب بخونه من سه بار به ایران سفر کردم و پژوهش‌های های آرشیوی بسیاری انجام دادم و مقالاتی نوشتم که امیدوارم برای کارشناسان و تحلیلگران اصیل و ارزشمند باشه اما در نهایت نوشته شما باید بیش از هر چیز حکایتی خوندنی باشه که بتونید اونو مثلا به دایتون یا هر کسی که از خوندن یه داستان جذاب لذت میبره توصیه کنید <applause> امریکایی ها از کی در واقع و به چه شکل و چه دلیلی اصولا علاقه من شدن به مسائل ایران ظاهرا اولین ارتباط به صدا اون مبلغان مسیحی بودند که به ایران رفتند. بله از دهه 1830 مبلغان کلیسای پرسپیتری در آمریکا شروع کردند به ایران سفر کنند. از سال 1835 تا 1935 اونا میسیون قدرتمند و فعالی رو در ارومیه و دیگر نقاط ایران ایجاد کردند. اما من میخوام در واقع از مبنا شروع کنم و به همین دلیلی که به قرن هجده هم کردم و به گفته شما از دهه 1720 آغاز کردم چون چیزی که بهش علاقه من بودم تصورات ای بود که ایرانی ها و آمریکایی ها حتی پیش از اون که با هم روبرو بشند از هم داشتند این برای من واقعا شگفتاور بود راستش رو بگم که به هیچ وجه فکرش هم نمی کردم که وقتی روزنامه های دهی 1720 در متحده رو البته ایالات متحده که نه در آمریکای شمالی فیلادلفیا و بوستون خوندم یعنی حتی پیش از اون که آمریکا به عنوان کشوری مستقل وجود داشته باشه برای من شگفت بود که ببینم روزنامه های آمریکایی در اون دوران شیفته ایران بودند در واقع اینا اولین روزنامه هایی بودند که در آمریکای شمالی فیلادلفیا و بوستون منتشر شدند و گاهی ده درصد مطالبشون راجع به ایران بود این برای من حیرت آور بود دلیل این توجه همین بود که در سال 1722 در بخش شرقی امپراتوری ایران قیام محمود افغان رخ داده بود و این سقوط امپراتوری صفوی به یکی از مهمترین رویدادهای خبری اون دوران بود اما موضوع فقط این نیست که به این رویداد بسیار توجه شد بلکه ماهیت و لحن گزارش هایی که برای پوشش اون نوشته میشد هم بسیار چشمگیر بود روزنامه های آمریکایی در دهه 1720 قاطعانه پشتیبان ایران بودند اونا پادشاه ایران و سلسله صفویه رو در رویارویی با چیزی که اونو خیزشی شرورانه و سازماندهی شده از طرف عثمانی ها می دونستند تشویق و تحسین میکردند البته عثمانی ها پشتیبان اون نبودند اما چنین تصوری وجود داشت چون افغان ها سنی بودند عثمانی ها هم سنی بودند و سعی داشتند که امپراتوری شیعه ها رو از میان ببرند و روزنامه ها حتی برای آمریکایی‌ها ها توضیح میدادند که چه فرقی بین سنی و شیعه است و این در دهه 1720 بود خیلی هم روشن میگفتند که از کدوم طرف حمایت میکنند این کم و بیش جالب توجهه شما فکر میکنید که این علتش در واقع علاقه مندی روزنامانگاران امریکایی بوده در اون زمان یا اینکه که اصولاً یک علاقه نسبت به ایران در اون زمان در خود امریکا در بین هیئت حاکمه امریکا وجود داشت بله قطعا دلایل زیادی برای این هست این دیدگاهی بود که عمدتا از بریتانیایی ها به هرس رسیده بود مهاجران استعمارگر سفید بوست در آمریکای شمالی دهه 1720 خودشون رو پیروان مسیحیت اروپایی بریتانیا میدونستند و این با نوع پیشینه همراه بود به یاد داشته باشیم که در نگاه اروپایی های اوایل قرن هجده، امپراتوری بزرگ و شیطان صفت زمان امپراتوری عثمانی بود عباراتی مانند ترک های خبیث ترک های مخوف رو زیاد به کار می بردن. ترک ها و حکومت عثمانی به بخش های از جنوب شرق اروپا دست اندازی می و در مقطعی تا وین هم پیش رفتند از طرفی سابقه های طولانی جنگ صلیبی هم بود بنابراین چون ایران شهرت دیرینهای در رقابت با امپراتوری عثمانی داشت دیدگاه اونا به ایران مستاق کامل این اصل بود که دشمن دشمن من دوست منه این تصور که ایرانی ها کمتر خبیث و کمتر مسلمان هستند رایج بود چون ایرانی ها شیعه بودند و سنی ها اونا را جدی نمی گرفتند و مرتد می دونستند بنابراین با خود فکر می کردن که ایرانی ها نباید به بدی بقیه باشند شما حتی میبینید که در روزنامه های اون دوره ستیز میان عثمانیها ها و ایرانی ها رو ستیز میان ایرانی ها و مسلمان ها میدونستن. انگار ایرانی ها مسلمان نبودن. اینا اصطلاحات و خیالات خامی بود که رواج داشت. اولین توافق نامی دوستی بین امریکا و ایران در سال 1857 میلادیه، که میشه 1236 خورشیدی امضا شد دلیل اون چه بود یعنی این خواست و تقاضای ایران بود برای این توافق نامه یا یعنی کی پیش قدم شد برای این uh, United, it, it, uh, هر دو کشور به دلایلی متفاوت بسیار علاقمند بودند. در اون زمان هم در آمریکا و هم در ایران احساسات ضد انگلیسی بسیار زیادی وجود داشت و راستش رو چیزی که در آغاز ایران و آمریکا را هم بسته کرد بیزاری مشترکشون از بریتانیا بود فکر میکنم وقتی این موضوع رو بر گستره تاریخی که بعدها پدید اومد قرار بدیم خیلی عجیب به نظر میاد ایران در میانه ای صده 19 هم در عصر قاجار هم از جانب بریتانیا و هم از جانب روسیه بسیار تحت فشار بود بریتانیا از خلیج فارس ایران در ایران فشار می آورد این خیلی جالبه چون پنج سال طول کشید تا درباره اولین اهنامه مذاکره شد و به امضا رسید و اینجا بود که اولین مورد ناسازگاری بین ایران و آمریکا بروز کرد ماهیت این ناسازگاری خیلی جالبه چون ایران خواهان مداخله بیشتر آمریکا در امور این کشور بود و آمریکا نمیخواست که درگیر مسائل ایران بشه دولت پادشاهی وقت میخواست که آمریکا کشتی های ایران رو در خلیج فارس به پرچم آمریکا مزین کنه تا کشتیرانی ایران از حمایت آمریکا برخوردار باشه و با این حرکت به دولت بریتانیا پیام داده بشه که ما در خریج فارس از جانب آمریکا پشتیبانی میشیم. آمریکا طبیعتا نپذیرفت و گفت که نمیخواد در این امور درگیر بشه. اما وقتی به موضع کنونی ایران نگاه کنیم این موضوع خیلی معنیدار به نظر میاد. اولین اختلاف میان ایران و آمریکا بر سر این بود که ایران میخواست آمریکا در امور ایران بیشتر مشارکت کنه و آمریکا میخواست مشارکت کمتری داشته باشه. این باور نکردنیه. حالا چه جلوتر میای ما می مثلا در آوریل 1909 یعنی فروردین 1288 یک مبلغ مذهبی امریکایی به نام آقای هوارد باسکرویل که همراه مبارزان مشروطیت می جنگید این مثلا اونجا کشته میشه در تبریز به حضور او در صف مبارزان مشروطیت نشان دهنده به حال یک علاقه فردی و شخصی اون فرد بود یا اینکه اصولا دولت آمریکا اون زمان از انقلاب مشروطه ایران حمایت میکرد no, no, not at all نه نه اصلا این واقعا برای مشروط طلبها ها نامید کننده بود باسکرویل در واقع تک مبارز بود فکر میکنم خیلی ها به با داستان باسکویل آشنا باشن و بدونن که او یه پرسپیتری جوان بود که در تبریز از جان خود دست شست و در کنار مشروط خواهان ایستاد این ماجرا از چند منظر جالبه یکی اینکه باسکویل باستابی از همدلی مردمی آمریکا با انقلاب مشروطه ایران بود اگر شما روزنامه ها و مجلات آمریکایی اون دوران رو بخونید میبینید که آمریکایی ها با مبارزات ایرانی ها علیه روس ها و انگلیسی ها همدلی بسیار داشتند اما دولت آمریکا واقعا روی کرده عدم مداخله رو در پیش گرفت این روی کرده معمول دولت وقت آمریکا بود اما مشروط خواه تا حد زیادی از این روی کرد دل سرد شدند در این حال براشون انگیزه بخش بود چون با روی کرده قدرت های اروپایی بسیار فرق داشت آمریکا نمیخواست مداخله کنه و همین ویژگی اونو جذاب تر میکرد اون روابط دیپلماتیک بین ایران و آمریکا از کی شروع شد uh, began, uh, well, so, I mean, the... خب میدونید که در 1857 یه احنام امضا و تایید شد اما مدت ها طول کشید تا دو کشور دیپلمات مبادله کنند اولین دیپلمات آمریکایی که البته اون موقع بهشون میگفتن وزیر و حالا میگن سفیر ساموئل بنجامین بود در سال 1883 و اولین سفیر ایران در واشنگتن حاج حسین قلی خان نوری صدر بود که در ایران به نام حاجی واشنگتن شناخته میشه و در 1888 منصوب شد. حاجی واشنگتن این 1888 خب حالا همه این حمایت ها و روابط خوب امریکا و ایران در 28 مرداد سال 1332 عملا باد هوا شد حداقل از دید مخالفان شاه اینطور شد بسیار گفته میشه که علت اصلی دشمنی حاکمان بعد از انقلاب ایران با آمریکا در واقع نقش آمریکا در اون کودت های 28 مرداده آیا شما هم همین نظر رو دارید؟ بله به نظرم این اساسا درسته این چیزی که در تاریخ بسیار روشنه نمیخوام بگم که در سال 1953 یه تغییر ناگهانی رخ داد یا اینکه تا پیش از اون تاریخ همه چیز عالی بود اما یه تغییر واقعی صورت گرفت خصوصا نگرش ایران به آمریکا بعد از اون تاریخ عوض شد فراموش نکنیم که تا یک ماه پیش از کودتا مصدق خودش نامه با آیزنهاور نوشت و از او برای مقابله با بریتانیا کمک خواست چون حتی تا اون وقت مصدق باور داشت که آمریکا کشوری که مشکلات ایران رو درک میکنه و با رویکرد ضد امپریالیستی ایران علیه بریتانیا همدله حتی وقتی آیزنهاور نقشه سقوط مصدق رو طراحی میکرد مصدق باور داشت که کمک خواستن از آمریکا به زحمتش میارزه مصدق فرزند انقلاب مشروطه بود او در عصر مورگان شوستر وودرو ویلسون و روزگاری بار اومده بود که آمریکا در بسیاری موارد طرف ایران بود یکی از چیزهایی که برای من جالبه اینه که در جریان ملی شدن نفت در تابستان 1951 زمانی که کمونیست ها سلطنت طلب ها و ملی ها در خیابان های تهران با هم نظام می به تهران خبر رسید که ساموئل جردن مبلغ پرسپیتری و رئیس دبیرستان البرز از دنیا رفته شهر تهران با این خبر یک باره از جنب و ایستاد مردم سوگوار در خیابانها راه پیمایی کردند این فقط چند سال پیش از کودتای 1953 بود بعد از اون کودتا اوضاع واقعا عوض شد به هیچ وجه نمیشه گفت که این رویداد هیچ تاثیر قدرتمندی بر نگرش ایرانی ها به غذایا نداشته ولی تا اونجا که به حاکمان جمهوری اسلامی برمیگرده یه خود تفاوت نظر هست و این دلیل که ممکنه این مسئله در بین مردم ایران انکاس بدی داشته برای نز... نگاهشون نسبت به آمریکا ولی خیلی از آخوندهایی که اون زمان زمان مصدق میانه خوبی ما مصدق نداشتن شاخص ترین نشون که آیت الله کاشانی اصلا نقش خیلی مؤثری در کودتا داشت و بعد از انقلاب هم خیلی از اون حاکمان از جمله خود آقای خمینی زیاد نظر خوبی نسبت به مصدق نداشتن هنوز که هنوزه اینها وقتی که به اصطلاح هواداران مصدق میخوان یک مراسم احترامی برای بر سر مزارش بذارن اینا اجازه نمیتونن بگیرن به خاطر این. یعنی اینا هیچ وقت میانه خوبی زیادم بعدشون نمیومد شاید از کودتای 28 مرداد یعنی همه اینا به نظر میرسه که بهانه است در دست حاکمان امروزی را شاید واژه بهانه کمی تند باشه اما اینو قبول دارم که جمهوری اسلامی همواره با این رویداد تاریخی یه رابطه تو با دو دلی داشته این در نوع روایت گلای آمیز جمهوری اسلامی علیه آمریکا است که این مسائل مطرح میشه اما حق با شماست به نظر نمیرسه که اونا بخوان وقت چندانی رو صرف این موضوع کنن چون بدیهی که مصدق یه ملیگرای سکولار بود و اونا ترجیح میدن که بگن کسانی چون آیت الله کاشانی و البته آیت الله خمینی در رهبری جریانی که به برکناری شاه انجامید نقش مهمتری ایفا کردند البته این هم مهمی که خاطر نشان کنیم که آیت الله خمینی در سقوط شاه نقش خیلی مهمی ایفا کرد و جنبش او از سال 1963 بسیار مهم بود واقعیت اینه که خیلی راحت میشه درگیر این نوع بحث های کی مقصر این یا اون شد البته بیاد داشته باشیم دلیل اینکه آیت الله خمینی تونست فقط ده سال بعد از کودتا چنان جاذبه گسترده داشته باشه این بود که شاه جبهه ملی رو نیست و نابود کرد رژیم شاه با سرکوب هر نوع فضایی رو برای فعالیت یک اپوزیسیون سازنده سکولار و لیبرال ملیگرا از میان برده بود به همین دلیل دین به روزنه ای برای ابراز مخالفتها تبدیل شده بود حالا uh, so, you know, شما در کتابتون به افتخیزهای بعد از انقلاب در رابطه ایران آمریکا به تفصیل پرداختید از جمله موارد در دوره های ریگان، کلینتون و به خصوص اوباما که امکاناتی به وجود اومد برای اینکه بتونن برحال با هم یک مراوداتی داشته باشند ولی همه اینها بی‌نتیجه بی نتیجه بود شما البته در کتابتون میگید که سعی کردید که در این کتاب حرف های دو کشور رو زده بشه و صدایی از واشنگتن یا صدایی از تهران نباشه و بیشتر منصفانه باشه که آلوده به ورزی های ایدولوژیک یا سیاسی نباشه ولی خب بالاخره بر مبنای همون منصفانه بودنتون آقای قزوینیان فکر میکنید تقصیر عمده برای بینتیجه بودن هر تلاشی برای بهبود روابط کجاست به گردن کیه این دقیقا از اون سالهایی که تاریخ پژوهان رو معذب میکنه و من هم سعی میکنم از این پرسش ها پرهیز کنم اما کاملا صادقانه اینو میگم که فکر میکنم در دهه 1980 در نخستین دهه بعد از انقلاب اگر شما دنبال مقصر بگردید و بخواید ببینید که کدوم کشور راه چشم پوشی از اختلافات و کم و بیش بسته ایران بیشتر سزاوار سرزنشه ایران بعد از انقلاب همونطور که میشد انتظار داشت در یه فضای پسا انقلابی به سر می برد و تون روانه ترین دوران رو سپری می کرد. تمایلی نداشت که در موزگیری هاش علیه ها آمریکا هیچ نرمشی نشون بده و دیدگاهاش رو ملایم تر کنه. اما در این حال فکر می کنم که در 20 یا سی سال اخیر میشه تا حد زیاد و نه به طور کامل اگه منصفانه نگاه کنیم آمریکا رو بیشتر مقصر بدونیم. چون آمریکا فرصتهای بیشتری رو از دست داد و روی ایدولوژی ایدئولوژی سختگیرانه تری رو در قبال ایران در پیش گرفت. در حالی که ایران اگرچه نه همیشه اما در مواردی تمایل داشته که موضع انعطاف پذیری اتخاذ کنه و به یه رویکرد واقع برای حل اختلافات بیشتر روی خوش نشون بده البته اینکه گفتم یک به شدت ساده سازیه و میدونم که بسیاری ممکنه با این حرفها مخالف باشن مشکلی هم نیست اما فکر میکنم اگه دنبال این باشیم که بدونیم کی مقصره شاید این توضیح مختصر رو به ارائه داد ولی شما این حرف رو میزنید ولی آقای غزونیان شما اگر به اصلا آخرین مورد فرصتی که وجود داشت نگاه بکنیم در دوره اوباما بود و اون زمانی بود که به هر حال این مذاکرات منجر به امضای قرارداد برجام شد و بسیاری هر دو طرف به نظر می رسید که تمایل داشتن که فراتر از فقط مسائل هسته‌ای بره کما این که صحبت از برجام یک و برجام دو و اینا در ایران بود و همینطور از طرف امریکا هم پیشنهاد شد که بتونیم راجع به مسائل صحبت کنیم آقای اوباما پیام های بسیار دوستانه ای برای ایران برای رهبران ایران فرستاد و فلا اینا. ولی واکنش آقای خامنه این بود که این دستی که از طرف آقای اوباما دراز شده یک دست چدنیه و به هر حال همه اینها به نظر میرسه که آقای خامنه اصلا مایل نبودند که برها روابط بهتر بشه من متوجه نکته ای که بیان کردید هستم و میدونم منظورتون چیه اما فکر نمی کنم که من موضوع رو دقیقا به این شکل ترسیم کنم و اینجاست که تاریخ واقعا بسیار مهم میشه چون شما وقتی رویدادها رو بیرون از زمینه و بستر به روز اونا نگاه میکنید دقیقا همونطوری به نظر میرسه که شما توصیف کردید اینکه اوباما مشتی گشوده رو به سوی ایران گرفته و خامنه ای مردد بود که اونو بپذیره موضوع کاملا این نبود اما حتی پیش از اون که ماجرا رو بررسی کنید باید ببینید که کجا و چرا چنین برداشتی شده به یاد داشته باشیم که اوباما اولین رئیس جمهور آمریکا نبود که دست باز رو به تعبیر شما طرف ایران گرفت البته زبان افراد متفاوت بود اما در 1989 وقتی جورج بوش پدر به قدرت رسید سخنرانی معرفش در ژانویه 1999 واقعا شاخه زیتونی بود برای ایران گیرم در کلام او گفت که حسن نیت حسن نیت ایجاد میکنه خلوص نیت چرخه که میتونه همیشه به پیش حرکت کنه و او به سراحت گفت که اگه به آزادسازی ها در لبنان کمک بشه آمریکا مقابله به مست خواهد کرد او گفت که من بر پله های مرمرین سوگند یاد میکنم وقتی رئیس جمهور آمریکا چنین قولی بده این قول مهمه ایران در اون زمان خیلی شکاکانه به این گفتار واکنش نشون داد رفسنجانی و خامنهای در قدرت بودند خامنهای تازه به قدرت رسیده بود اما هر دو مایل بودند که این حرکت توأم با حسن نیت رو بررسی کنند و بیش از دو سال با شرکاشون در لبنان همکاری کردند تا گروگانهای آمریکایی آزاد بشن اما آمریکا در نهایت پاسخ متقابل نداد این موضوع دلایلی هم داشت من نمیخوام فقط آمریکا رو سرزنش کنم جنگ سرد به پایان رسیده بود و آمریکا احساس میکرد که ایران دیگه اونقدر مهم نیست و آمریکا نیازی نداره که به حسن نیت ایران پاسخ بده قابل درکه که چرا به این نتیجه رسید اما رهبر جدید ایران از این ماجرا درس اساسی گرفت اینکه حرف کافی نیست اینکه شعار کافی نیست به همین دلیل وقتی اوباما به قدرت رسید و اون سخنرانی های قررا و گوش نواز رو ایراد میکرد پاسخ ایران این نبود که بی نباشه باشه بلکه میگفت بذاریم ببینیم در عمل چه میکنند ما روی خودمون رو بر نمیگردونیم ولی باید چیزی بیش از حرف ببینیم ولی خیلی از تحلیلگرا معتقدند که اصولا با موضعی که مدام و به طور مستمر آقای خامنه ای علیه امریکا میگیره و هر حرکتی رو به حال به طوری رو پس میزنه اصولا معتقدن که بقای نظام جمهوری اسلامی از دید آقای خامنه ای به دشمنی ادامه دشمنی با امریکاست در نتیجه شما وقتی که صحبت میکنین که در مقدمه کتابتون میگین که هم به نفع امریکاست و هم به نفع ایران و منطقه است که دو کشور روابطشون رو بهتر بکنند اه این حداقل این صحبت شما حداقل در ایران شنیده نمیشه ظاهرا ممکن به شما بگن شما یک آدم ایدالیست خوشخیالی هستید که آمال و آرزوهای خودتون رو در مطرح میکنید fair, بله حتما این اشکالی نداره. من راضیم که پای حرفم بیستم. شما این دیدگاه رو آرمانگرایی نمیدونید. اما من بر این باورم و پای حرفم میستم که این دیدگاه به نفع هم است به نفع ایران به نفع آمریکا و به نفع جهان خواهد بود که این دو کشور خصومت دیرینشون را کنار بذارن ببینید من با شما موافقم که جمهوری اسلامی واقعا جوری طراحی نشده که با اشارات گرم و سخنان مهرآمیز نسبت به آمریکا میونه ای داشته باشه البته که اینطوره جمهوری اسلامی با انقلاب به قدرت رسید و در دیگ گداخته جریان ضدیت به آمریکا قدرت رو به دست گرفت اما معتقدم این نگاه نگاهی ساده انگارانه به ماجراست به نظرم شما وقتی از ایدئولوژی عبور کنید ببینید هر کشوری یک جنبه ایدئولوژیکی داره و یک جنبه بیشتر عملگرایانه و کاربردی به نظر من این دو جنبه اغلب در خدمت همدیگه به کار برده میشن به عبارت دیگه روشنه که در حکومت ایران تندروهایی هستند که به شدت ایدئولوژی زده و ضد آمریکایی هستند اما در این حال فکر میکنم که دولت از این نوع شعارها استفاده میکنه تا بعضی اهداف خاص راهبردیشو پیش ببره و میشه از این چیزها خیلی تر از اون که ما فکر میکنیم عبور کرد همین نکته هم در مورد آمریکا صادقه آمریکا هم به اشکال گوناگون کشور ایدئولوژیکه. مثلا شارهایی که راجع به آزادی، مردم سالاری و چیزهایی از این قبیل گفته میشه. همه میدونن که این حرفها واقعی، صادقانه و صمیمانه است و بخش ضروری از هویت آمریکا رو تشکیل میده. اما آمریکا گاه و بیگاه وقتی پای پیشبرد منافع راهبردیش در میون باشه این ارزش ها رو غیر قابل چشم بوشی نمی نمیدونه ایدئولوژی و منافع راهبردی در یه همزیستی با هم عمل میکنن موضوع به این سادگی نیست که شما فقط به شعارها و لفاظی ها توجه کنید خب حالا آقای غزونیان، آقای بایدن اومده روی کار حالا البته هنوز دعوای آقای ترامپ و آقای بایدن تموم نشده بالاخره اونطور که شباید از شواهد برمیاد تموم خواهد شد و با آقای بایدن به کاخ سفید خواهد رفت بر اساس تحلیل های مفسران سیاسی شما فکر میکنید اگر که آقای بایدن بخواد همون سیاست های که به برجام منتهی شد سیاست های آقای اوباما که خودش هم شدیدا درگیر بود ادامه بده و همون کادر رو بیاره به کابینش که بتونن به این مذاکرات رو با ایران مثلا انجام بدن و ایران هم ظاهرا حداقل آقای روحانی گفته که اگر که امریکا به طرف سیاست های ما بیاد ما تغییرات خیلی اساسی میتونه اتفاق بیفته شما فکر میکنین که احیانا ممکنه که آقای خامنه هم تن به مذاکره با این دید و افق که روابط بهتر بشه بده؟ به نظرم خیلی مشکل خواهد بود بذارید رو راست باشم شما حتی اگر از جمهوری اسلامی خوشیتون نیاد و عمیقا به اون انتقاد داشته باشید باید نگاهی صادقانه داشته باشید و بگید ببین ما میدونیم که شما ممکنه در این مرحله تا اندازه‌ای برای توافق یا از مذاکرات با آمریکا یا بازگشت سریع به برجام مردد و ناباور باشید میدونید این کار مشکله چون انتخابات ریاست جمهوری در ایران در پیشه و در شش یا هشت ماه آینده برگزار میشه بنابراین مجالی که بایدن برای مانوف خواهد داشت بسیار محدوده به نظرم فرصت برای مذاکرات به منظور بازگشت کامل به برجام بسیار تنگه کی میدونه شاید هم برداشتن تحریم ها در حد نسخه سبکتر از برجام صورت بگیره یا شاید طرف ایرانی امتیازاتی بده یا به نشانه حسن نیت دست به اقدامی بزنه من واقعا نمیدونم فکر میکنم اطرافیان بایدن یا تیم او در آینده بسیار به مفاد برجام پایبند باشن بسیاری از اونا از جمله خود بایدن به عنوان مذاکره کنندگان اصلی در جریان امضای برجام بودند و برای اون وقت گذاشتند بنابراین دلایلی برای خوشبین بودن هست ولی خب دلایل بسیاری هم برای بدبین بودن هست حالا اگر تغییراتی در دولت آمریکا به وجود بیاد یعنی در واقع اون افرادی که تمایل بیشتری به ادامه سیاست های اوباما و برجام داشته باشن به کابینه آقای بایدن بیان و در ایران هم تمایل به وجود بیاد حالا ممکنه حرف روحانی حرف خودش باشه ولی خب ممکنه به بدنه نظام هم سرایت بکنه این تمایل با توجه به اینکه اروپایی ها هم خیلی مسررن برای اینکه امریکایی ها برگردن به همون توافقی که قبلا بود ممکنه احیانا این اتفاق زودتر از چیزی که شما فکر میکنین بیفته؟ هر چیزی ممکنه من پژوهشگر تاریخم و هر وقت قرار باشه چیزی رو پیش بینی کنم برام سخت و عذاب آوره راحت که از گذشته حرف بزنم تا از آینده اما ببینید هر چیزی ممکنه دورنمای کلی اینه که هر دو کشور باید بیش از چیزی که در تاریخ معاصر از اونا دیدیم خلاقیت اراده سیاسی و جدیت به خرج بدن بنابراین دولت بایدن, بایدن باید تعهدی سنگین را بپذیره تا این چشمانداز رو محقق کنه و بتونه گروه های زینف در بعضی کشورهای دیگه که نمیخوان روابط بهتری میان ایران و آمریکا برقرار رو بشه رو آروم کنه اما به عنوان تاریخ پژوه من همیشه چشمانداز بزرگتر رو در نظر می گیرم. ما در آغاز این گفتگو از هاجی واشنگتن نام بردیم. او در ایران معمولا دستمایه تنز و ریشخند قرار می گرفت. اما وقتی سرگذشت این شخص رو با دقت بیشتری بررسی کنید میبینید فردی بوده که به آمریکا اومده و شیفتگی فراوانی به این سرزمین داشته مدتی رو که در اینجا به سر برده بسیار دوست داشته و گزارش های خیلی مثبتی راجع به آمریکا به تهران نوشته این چیزیه که باید اون توجه کرد چون شما وقتی به پیشینه 200 ساله یا 300 ساله این رابطه نگاه کنید میبینید که مشخصه بخش عمده ای از این تاریخ ستایش و شیفتگی متقابل میان این دو کشوره بر گستره چنین پیشینه ای بقیده من چهل سال اخیر نمیگم یک کجروی بلکه بخش کوچکی از تاریخ محسوب میشه و اساسا نیازی نیست که بر این روال بمونه And it simply doesn't need to be like this. خیلی متشکرم آقای جان قزوینیان از حضورتون در برنامه بی‌واسطه دیگر ممنون از شما